اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در یک گزارش ویژه عوامل فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان را بررسی کرده و گفته است شش عامل در فروپاشی در این نظام نقش داشتند بر اساس یافته های این اداره فروپاشی نظام جمهوری از ماه اپریل تا اوایل آگوست 2021 میلادی چهار ماه را در بر گرفته است ما در این گزارش می خواهیم برخی از جزیات این شش عامل را با در نظر داشت جو حاکم در آن روزهای کابل واکاوی کنیم. دلیل اول بیباوری اشرف غنی به خروج امریکا از افغانستان نخستین عامل بر اساس گزارش سیگار این است که رئیس جمهور اشرف غنی به خروج نظامی امریکا از افغانستان باور نداشت او از طریق شماری از لابیگران و مقامات سابق امریکایی در دور اوباما و ترامپ اطمینان پیدا کرده بود که امریکا هرگز افغانستان را ترک نمی کند و ادعای خروج یک لاف است. حکمت خلیل کرزای، معاون سابق وزارت خارجه افغانستان یکی از اشتباهات بزرگ رئیس جمهور غنی این بود که او فکر میکرد واشنگتن را میشناسد اما در پایان روز او نمی توانست ابتدای ترین سیگنال هایی را که واشنگتن برایش داشت بخواند در 15 جولای 2021 یک مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان مذاکرات ماهای گذشته را تعداد محدودی از جلسات غیررسمی توصیف کرد که در آن روی موضوعات جدی مانند پایان دادن به جنگ یا حل و فصل صلحآمیز برای آینده مشترک بحث نشده بود حدود دو هفته پیش از فروپاشی نظام جمهوری سیگار گزارش داد که دولت افغانستان هنوز یک طرح صلح رسمی یک پارچه را با طالبان شریک نکرده است وزارت خارجه ای امریکا به جواب سیگار گفته است. مقامات بلندپایه دولت بایدن بر رئیس جمهور وقت افغانستان غنی اعلام کرده بودند که ایالات متحده برای خروج کامل نیروها از افغانستان آماده می شود. I am now the fourth United States president to preside over American troop presence in Afghanistan two Republicans two Democrats I will not pass this responsibility onto a fifth after consulting closely with our allies and partners with our military leaders and intelligence personnel with our diplomats and our development experts with the Congress and the vice president as well as with Mr Ghani and many others around the world I've concluded that محب مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید از تصمیم رئیس جمهور بایدن مبنی بر عقب نشینی کامل بدون رعایت شرایط در توافقنامه امریکا با طالبان غافلگیر شدیم اعلامیه ماه اپریل برای ما یک شوک بود زیرا قبل از آن آنها در طول مشارکت ما با ایالات متحده ای امریکا به طور مداوم در هر فرصتی به حکومت افغانستان اطمینان داده بودند که متحد به افغانستان مستقل و دموکراتیک در صلح با خود و همسایگانشند و آنها هر گونه استدلال در مورد اینکه مذاکرات با طالبان و معامله بعدی آنان با طالبان نقاب برای خروج همه نیروهایشان بود را رد کردند سیگار میگوید با وصف وضاحت آشکار در اعلامیه رئیس جمهور بایدن مشخص نیست که حکومت افغانستان به صورت کل و رئیس جمهور به صورت خاص به طور کل پیامد خروج قریب الوقوع آمریکا را درک کرده بود یا نه در ماه جون 2021 آقای غنی همراه با مقامات ارشد دولت خود به واشنگتن سفر کرد تا با رئیس جمهور بایدن ملاقات کند در این سفر او در نشست های جداگانه با کارشناسان و مقامات سابق آمریکا نیز دیدار کرد جنرال دیوید پتریوس فرمانده سابق نیروهای بین در افغانستان آیسف آنچه او آن را درجه از این کار میخواند در تفکر رئیس جمهور غنی تشخیص داد دلیل دوم حزب دولت افغانستان از مذاکرات صلح سیگار می نویسد حزب دولت افغانستان از مذاکرات صلح امریکا با طالبان آن را تضعیف کرد پیش از فروپاشی دولت افغانستان امریکا در پی دستیابی به یک راه حل سیاسی پایدار و به دنبال آوردن صلح و ثبات بود اما خودداری طالبان از مذاکره با دولت افغانستان بدون مذاکره با آمریکا مانعی بر سر این هدف شد آمریکا به دنبال معامله با طالبان بود و امیدوار بود که بتواند زمینه را برای صلح بین و یک راه حل سیاسی احتمالی فراهم سازد. توافق این کشور با طالبان اما این تاثیر را نداشت و در عوض طالبان جنگ با دولت افغانستان را شدت بخشیدند. حکومت افغانستان به دلیل عدم حضور در مذاکرات امریکا و طالبان و تصور اینکه امریکا حمایت خود را از آن پس میگیرد باعث تضعیف آن شد و سرنوشت کشورهای غریب و روبه انکشاف اکثریت و وقت از طرف ابرقدرت ها گرفته میشم و ما فکر میکنم افغانستان در اینجا مثل بعضی از کشورهای دیگه همچنان مبتلا به سیاست های مبهم و ناسنجیده کشورهای خارجی شدن. ما فکر میکنم ام، 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 موافقت نامه دوها که میان طالبان و دولت امریکا امضا صورت گرفت یکی ام، از عمدهترین دلایل فروپاشی است ای بخاطر ازی و یه واضح ای موافقت نامه نشان داد که امریکا تصمیم گرفته بود که اساکر خدا بکشه و نمیخواست دگر به شکل که دولت افغانستان سپورت کرده بود به می شکل اونها را پشتیبانی بکنم مذاکرات مستقیم امریکا با طالبان دولت افغانستان را از میز مذاکره هست کرد این امر موقف دولت افغانستان را در مذاکرات تضعیف و موضع طالبان را تقویت کرد. هاگا لورنس کاردار ویژه سابق امریکا در امور افغانستان گفت تنها صحبت کردن با طالبان و کنار گذاشتن متحدان ما حرف طالبان را ثابت کرد. دولت افغانستان دست نشانده ما بود. شما فقط باید به با امریکایی ها صحبت کنید. کنار گذاشتن دولت افغانستان از مذاکرات مستقیم امریکا و طالبان اعتبار دولت افغانستان را تضعیف کرد جنرال دیوید بارنو فرمانده ارشد سابق امریکا و قوای اطلاف در افغانستان به سیگار گفت از نظر برخ ناظران توافق امریکا و طالبان توافق تسلیم است دلیل سوم تاکید غنی بر ادغام طالبان در جمهوری دولت افغانستان با وجود داشتن موقعیت ضعیف به ادغام طالبان در نظام جمهوری اصرار داشت و این تاکید پیشرفت در مذاکرات صلح را با مشکل مواجه کرد و با باور ارتش امریکا زمانی که مذاکرات بین در ماه سپتامبر 2020 آغاز شد شرایط امنیتی افغانستان ضعیف و حملات طالبان فراتر از میارهای فصلی جنگ بود در عین زمان بی سیاسی پس از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری در سپتامبر 2019 که با اتهامات تقلب همراه گردید افزایش یافته بود حذف دولت از مذاکرات صلح امریکا با طالبان و پس از آن توافقنامه صلح در فوریه 2020 ضربه های بیشتری را به اعتبار دولت افغانستان وارد کرد با وصف این تحولات دولت افغانستان در مذاکرات بین الافغانی به جای بررسی یک چارچوب قانون اساسی کاملا جدید به ادغام طالبان در نظام جمهوری اصرار داشت این امر دستیابی به یک راه حل سیاسی را دشوارتر کرد دلایل بسیار زیادی برای فروپاشی و سقوط نظام موجود بود که فکر میکنم چند دلیل اومده شه که مسئله خود جدی نگرفتن پروسه صلح در کل توسط تیم اشرف غنی بود مسئله دوم فساد گسترده مالی و اداری در ارسه قوه قضایا مقننه و اجرایی متاسفانه موجود بود که فقان جامعه بین بلی و در کل از تمیل کننده ها را کشیده بودن اما نمیتونستن که جلوگیری کنن و مسئله سوم گماشتن افراد غیر مسلکی و به تجربه در بلندترین پست سکتور امنیتی در کل سکتور اما در سکتور امنیتی. امنیتی به نام جوان بود که فکر دلائل سکوت می دلایل امده سقوط می باشه هنگامی که مذاکرات بین شروع شد وضعیت امنیتی در افغانستان شکننده بود میزان حملات روزانه طالبان بین ماهای جولای تا سپتامبر در مقایسه بین ماهای آپریل تا جون 50 درصد بیشتر شده بود فاطمه گیلانی عضو هیئت مذاکره کننده جمهوری گفته است پس از شش ماه مذاکره برایم واضح شده بود که بیشتر افراد نزدیک به رئیس جمهور غنی دچار توهم بودند زیرا قصد سازش را نداشتند طالبان انگیزه برای مذاکره نداشتند چون تاریخی را برای خروج امریکا از افغانستان مشخص کرده بودند <applause> در همین زمان رئیس جمهور غنی منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود و احتمالاً به تغییر سیاست آمریکا در دولت جدید از جمله کنار رفتن خلیلزاد امید بسته بود. با سومستانگزی رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان رئیس جمهور غنی به برگزاری یک انتخابات ریاست جمهوری دیگر اصرار داشت زیرا او باور داشت که تنها راه حفظ جمهوری همین است. غنی در یک کانفرانس در ماه اپریل نیز گفت تنها مردم افغانستان رهبر آینده خود را تعیین خواهند کرد هیچ کس نمی تواند رهبر آینده افغانستان را از خارج تعیین کند این حق ما اصل قانون اساسی ما و خواست ملت ما است حتی زمانی که سطح بلند خشونت طالبان قدرت شورش آنان را نشان میداد دولت افغانستان همچنان به تصور نظم سیاسی که در آن طالبان به نظام جمهوری مدغم شوند ادامه داد ژنرال سمی سادات فرمانده سابق ارتش گفت که هدف از مذاکرات جاگزین کردن دولت افغانستان نبود بلکه در واقع شامل ساختن طالبان در دولت فعلی بود او گفت رئیس جمهور غنی حتی تا آخرین ساعت حکومت خود از واگذاری قدرت خودداری کرد پری روز ده هرات دی روز ده کابل ده ده خوست ده تالقان ده بامیان ده سی و چار ولایت افغانستان صدای الله اکبر بلند شد الله اکبر الله اکبر الله اکبر بفهمینی صدا چی مانا داره؟ در مقابل انگلیس بلند شده بود در مقابل روس بلند شده بود امروز در مقابل طالب مزدور بلند گپا بفهمه طالب دی پوسی نن دی افغانستان میرمنه زوانان مشران علمای کرام دی ولایتی شورا پول غری په یو آواز در توایی اجنبی نوکر مزدوری <تصفح> زکر دا سر د افغانستان په اولس کې پښې دي اما څپلۍ په اولس کې دي اما ریښې په او مرګ د هر انسان ده اما با عزت زوند له بې عزته مرګ نه سل چنده شرف لري امانلا خان ما گرانده معلومه ده اما تخت اینو کردم مگه یه وازی پریخ بود تخت نیم ان رئیس جمهور غنی تیم مذاکره کننده را ناامید کرد فاطمه گیلانی به سیگار گفت که رئیس جمهور غنی منتظر بود تا یک دولت دیگر در امریکا بیاید و سیاست خروج رئیس جمهور ترامپ را لغو کند سه ماه را تلف کردیم زیرا آنها غنی و اطرافیان نزدیکش صد درصد مطمئن بودند که آقای بایدن می آید و می گوید که کاری را که آقای ترامپ انجام داد یک فاجعه بود. خدا حافظ نه به گفتگو و نه به توافق دوها بیایید از سر شروع کنیم. در اوایل ماه آگست 2021، آنتونی بلنکن وزیر خارجه آمریکا به اشرف غنی تاکید کرد که نمایندگانی را به دوحه بفرستد تا در مورد انتقال قدرت با طالبان گفتگو کنند. در این تیم 13 نفره عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی و حامد کرزی رئیس جمهور سابق نیز شامل بودند گیلانی به سیگار گفت که محب بعدا با اصرار رئیس جمهور غنی به این تیم اضافه شد اما طالبان با حضور محب موافقت نکردند و این مسئله باعث تاخیر حرکت تیم مذاکره کننده به دوحه شد با ورود طالبان به هومه های کابل در چارده آگست 2021 رئیس جمهور غنی از درخواست خود برای برگزاری انتخابات صرف نظر کرد اما برگزاری لوی جرگه را برای تایید انتقال قدرت اصرار داشت در همین زمان تلاش های گیلانی و سایر مذاکره کنندگان با طالبان برای توافق بر سر برگزاری یک لوی جرگه کوچک رو به پیشرفت بود اما در این زمان رئیس جمهورغنی اعتماد خود به خلیلزاد یا طالبان را از دست داده بود، به گفته برخی از مذاکره کنندگان افغانستان اگر رئیس جمهور غنی میماند و با کنارگیری موافقت میکرد طالبان برخی از عناصر جمهوری را تحمل میکردند این احتمال وجود داشت که با میانجگری آمریکا نوع حکومت انتقالی که در آن هم دولت افغانستان و هم طالبان مشارکت داشته باشند تشکیل شود و برخی از عناصر قانون اساسی حفظ شود 14 آگست خلیلزاد در مورد طرح امریکا برای برقراری یک آتشبس بس دو هفتهی و انتقال منظم قدرت در کابل که توسط یک گرد همایی کوچک در لوی جرگه تایید شود برای جمهور غنی اطلاع داد. با این حال غنی در 15 آگوست از کشور گریخت. چهارم عدم تمایل طالبان به صلح. طالبان علاقمند صلح نبودند توافقنامه صلح امریکا و طالبان به این گروه جسارت بیشتر بخشید از این منظر شورشیان به طور ای به شکست دادن دولت افغانستان در میدان جنگ تمرکز کردند همزمان با آغاز مذاکرات بین الافغانی حملات طالبان افزایش یافت که مذاکرات نوپای صلح را تضعیف کرد و مقامات آمریکایی را واداشتند تا بگویند که طالبان به تعهد خود برای کاهش خشونت پایبند نیستند تا اپریل 2021 جامعه اطلاعاتی امریکا به این نتیجه رسیده بود که طالبان مطمئنند که می توانند به پیروزی نظامی برسند. در طی دو ماه آینده طالبان به حملاتشان شتاب بخشیدند زیرا آنان به سرعت کنترل نیمی از 419 ولسوالی افغانستان را به دست گرفته بودند و در 15 آگست کابل سقوط کرد. با وجود خروج نیروهای نظامی بین المللی از افغانستان، و موفقیت عملیات نظامی طالبان آنها تمایل به مذاکره یا سازش نداشتند آنها دولت افغانستان را نامشروع می و از نظرشان پیوستن به این دولت به معنای نادیده گرفتن جنگشان بود با توجه به خروج قریب الوقوع امریکا شورشیان انگیزه کمی برای شکست دولت افغانستان در میدان جنگ نداشتند کاهش سطح سربازان ایالات متحده به منظور تحرک بخشیدن به مذاکرات صلح یک شکاف بزرگی را در توانایی های نظامی علیه طالبان ایجاد کرد افزایش حملات طالبان همزمان با آغاز مذاکرات بینالافغانی مذاکرات نوپای صلح را تضعیف کرد و مقامات آمریکایی را بر آن داشت تا ادعا کنند که طالبان به تعهد خود برای کاهش خشونت پایبند نیستند یک برنامه نظارتی تمویل شده توسط USAID که روند ارتباطات عمومی طالبان را بررسی کرده است نشان داد که لحن طالبان در ماهای آپریل و می و پس از اعلام خروج نیروهای نظامی ایالات متحده پیروزمندانه بوده است کت کلارک رئیس شبکه تحلیلگران افغانستان و سیگار گفت که روی کرده ایالات متحده ای امریکا آمریکا با گفتگوهای صلح با طالبان استوار بر فانتزی بود که طالبان خواهان صلح هستند او گفت که تلاش ها برای ایجاد شرایط برای این هدف واهی دولت افغانستان را قطعا تضعیف کرد. حبیب سرابی گفت که طالبان حکومت افغانستان را غیر قانونی و غیر اسلامی و با باور آنان نظام حکومتی مبنی بر اسلام تنها سیستم است که همه چیز را کامل میسازد. دلیل پنجم انحصارگرایی جمهوری سه نفره آقای غنی از طریق یک حلقه منتخب و کوچک افراد وفادار به خود حکومت می کرد که در یک مقطع حساس باعث بیثباتی حکومت شد سطح بلند تمرکزگرایی دولت افغانستان فساد ساختاری و مبارزه برای دستیابی به مشروعیت در دراز مدت در فروپاشی نهایی آن نقش داشته است فوزی کوفی با باور من بذر فروپاشی دولت در سال 2014 ریخته شد در آن زمان غنی سیاست تمرکز قدرت و ارتقای متحدان سیاسی خود را در پیش گرفت در حالی که واقعیت این بود که دوره او با یک انتخابات جنجالی و بر اساس توافقنامه تقسیم قدرت با رقیبش عبدالله عبدالله آغاز شده بود آغاز عقبگرد ما فکر می در سال 2014 بود که وقتی که روند انتقال مسئولیت های امنیتی صورت می گرفت او وقت بود که ما به نام پی داشتیم در تمام سی چار ولایت که از جانب نیروهای خارجی پیش برده می و بیشتر همی مسائل حکومتداری و عرض خدمات اونا پیش می بردن یک مطالعه نشان داد که امی پی آر تی ها در حدود 800 هزار شغل ایجاد کرده بودن مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور وقت روند انتقال مدیریت می شد هیچ گونه طرح و پلان وجود نداشت که همین مسئولیت را که جامعه جهانی به عهده گرفته بود تا سال 2014 مالکیت از این حکومت افغانستان بگیره و به بار دیگر حکومت افغانستان مسئولیت های را به دوش گرفت که خودش درک کافی از او نداشت تا بتانن که یک آلترنتیوی برای فعالیت که پی آر تی ها انجام میداد و یا نیروهای امنیتی بیرونی انجام میداد اینا را اینا مسئولیتش بگیرن درک درست از او نداشت بعد از او مشکلاتی که در انتخابات 2014 به میان آمد و بعد از او اگر پنج سال به پیش بیاییم در سال 2019 یک کشور که یعنی عملا قطبی شده بود که دو کاندید ریاست جمهوری در انتخابات 2019 همزمان در همسایگی با یکی دیگه حلف مراسم حلف برداری را پیش بردن پس امی مسائل باعث ازی شد که محبوبیت و مشروعیت را که یک نظام جمهوری مردم سالار باید داشته باشه حکومت دکتر غنی متاسفانه بود از دست داد همچنین مایکل مککنلی که در زمان انتخابات 2014 معاون سفیر امریکا در افغانستان بود به سیگار گفت غنی ایده ای را که عبدالله همتراز او قدرت داشته باشد عمیقا رد می کرد. غنی اغلب تلاش می کرد عبدالله را از دیدار با مقامات بلند پایه بازدید کننده دبیران کابینه امریکا و مقامات امریکایی در جریان سفر به واشنگتن در ماه مارچ 2015 هست. جیمز دابنز سفیر سابق امریکا در افغانستان به سیگار گفت که غنی یک فرد بدنام بود که در زمان رئیس جمهور کرزی از سمت وزارت مالی برکنار شد زیرا او توانست با کسی کنار بیاید و همه همکاران خود را رنجانده بود بر اساس گفته های مقامات سابق تحت اداره غنی تنها یک مشت از مشاوران قدرت واقعی را اداره می کردند به عنوان مثال حکمت کرزی به سیگار گفت که تمام حکومت افغانستان توسط شش نفر اداره می شد. دکتر صاحب غنی سر کس با آسانی اعتماد نمی کرد و تنها یک تعداد انگو شمار افراد که در دا داخل ارگ بودن مورد اعتمادشان بود در کمپاین هایشان سحیم بودن و عملا برش کار می نسل جدید ما بود کسایی بودند که با واقعیت های اجتماعی ما رابطه بسیار نزدیک نداشتن به اصطلاح آمیانه بگویم ریشه سیاسی مردمی متاسفانه نداشتند و اونا هم معلوماتی که برایش دسترسی داشتن به دکتر غنی میدادن و دکتر غنی هم به اساس همون معلومات تصامیم خود را میگرفت بشیر فاتحی رئیس سابق دبیرخانه کمیسیون مبارزه با فساد افغانستان بیان کرد که وزارت نمیتوانستند ها نمی مستقلانه تصمیم بگیرند در عوض هر تصمیمی باید از طریق دو تن از مشاوران نزدیک غنی گرفته می شد اسکات کوکینگهام مشاور ارشد سابق رئیس جمهور غنی به سیگار گفت غنی می خواست خود رئیس دفترش باشد می خواست خودش وزیر مالیه باشد و می خودش وزیر دفاع باشد. عبدالله زاده خنجانی معاون سابق هماهنگی استراتژی و پالیسی وزارت دولت در امور صلح غنی را شخصی تنها و منزوی توصیف کرده به سیگار گفت که او پذیرای انتقاد یا نصیحت نبود و فکر میکرد همه چیز توتعی بر علیه اوست شارلوت بلیز روزنامه‌نگاری که در ماه آگست و هنگام سقوط در کابل حضور داشت و با شماری از مقامات افغان در تماس بود از وجود یک فرهنگ غفلت در اداره غنی توصیف می کند. او به سیگار گفت در هفته های پیش از سقوط شماری از مقامات افغان به خبر از آن چه در اطرافشان جریان داشت سرگرم برگزاری مهمانی بودند در عین زمان به نظر می رسید غنی مصروف کارهای معمول خود بود یکی دیگر از مصاحبه شوندگان گفت تا اواخر ماه جولای با وجود فضای امنیتی رو به وخامت ارگ ریاست جمهوری همچنان جلساتی را در مورد قانون مربوط به های غیر دولتی برگزار میکرد چنانچه ویکی آگن مسئول بخش افغانستان در کمیته بین‌المللی نجات می گوید. مثل نرون بود که هنگام سوختن روم او کمان چمی زد تعبیر شبیه به آنچه که در افغانستان می‌گوییم. دنیا را اگر آب بگیرد مرغابی را تا بند پایش است رونالد نیومن سفیر پیشین آمریکا در افغانستان گفت که جابجایی در رهبری نظامی افغانستان به ویژه در سال آخر دولت بسیار شدید بود او به سیگار گفت که وقتی در سال 2021 در کابل بود حدود شش هفته پیش از سقوط این شهر به دست طالبان همه در مورد این صحبت میکردند که چگونه تغییرات فرماندهی توسط غنی تحت تاثیر مهب صورت گرفته است نتیجه این بود که هیچ کدام از این فرماندهان فرصت نداشتند حتی خود را اثبات کنند که خوبند یا خیر بیشتر آنها فرصت این را نداشتند که واحد خود را در دست بگیرند پ جنگ رنو هیچ مشکل نشتا خدای دیراولی پ جنگ دی پزور دی رنو پ زور مانده. خوشی از زمان شروع تلاش های امریکا برای بازسازی تا زمان فروپاشی آن در آگست 2021 نظام جمهوری برای دستیابی به مشروعیت تلاش کرد میزان بلند تمرکز حکومت افغانستان همراه با ماهیت شکننده و فاسد آن مشکل مشروعیت را تشدید بخشید و در نهایت به نابودی آن کمک کرد که از طرف رسانه های غربی و من شما میبینین که دولت به فساد ملامت میشه ما فکر می کنم که اقتصاد افغانستان در بی سال آخر یک اقتصاد جنگی بوده و اقتصاد جنگی به شکل بوده که اینجا ساختارهای اقتصادی دیگه وجود نداشته و غیر از اینکه کشورهایی که سعیم بودن در جنگ اونا کانترکت های خود داشتن اونا کمپنی های خود داشتن اونا مثلا اگر یک از قشر جامعه افغانستان پولدار ساختن و فساد رایج کردن در افغانستان خودشان هم بهره بردن از این فساد لذا من فکر می کنم که عوامل داخلی و خارجی فروپاشی افغانستان با همدیگر رب میگیره من هفتاد و دو سال دارم و دیگر هیچ سرمایه و هیچ امجاز در زندگی به کارم نیست یک مرام مقدس دارم می خواهم که نسل های کنونی و آینده افغانستان در یک افغانستان آباد، مرفع، آزاد و سربلند زندگی کنند تعود من به شما و ملت افغانستان این است که در مقابل هیچ نیروی و زانو نمی یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو می یا در میدان جنگ زانوهایشان را می اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از طریق یک حلقه منتخب محدود و وفادار به خود حکومت میکرد که دولت را در یک مقطع حساس به ثبات کرد با آن هم به نظر می رسد که کاهش حمایت دولت در میان قدرت ها و حوزه های انتخابی نظام جمهوری را به کرده است. محدود کردن دسترسی رئیس جمهور به اطلاعات حیاتی مانع تصمیم گیری مؤثر شده است. حاصل این امر رهبری بود که تا حد زیاد از رویارویی با واقعیت در کشوری که او آن را رهبری میکرد کرد به ویژه قبل از فروپاشی جمهوری به خبر بود. اشرف غنی در دوم آگست 2021 تنها 13 روز پیش از فرارش در سخنرانی در نشستی فوقلاده در پارلمان خواهان اتحاد و اتفاق کامل همه شد. او گفت زمان گفتمان ملی فرا رسیده است. غنی حملات آن روزهای طالبان را تجاوز و فت نخواند و جنگیدن در برابر آنان را وجیبه جامعه مسلمان او در حالی که در پارلمان از یک موضوع تن و سخت در برابر طالبان سخن می گفت که جنگجویان این گروه ولایت پشت ولایت را تصرف کرده به سوی پایتخت در حال پیشروی بودند.